بیانیه‌نامه پارلمان اروپا به اتفاق آرا دولت عراق را فرا می‌خواند که 7 گروگان ربوده شده از کمپ اشرف را بلادرنگ آزاد کند. بیانیه نمایندگان ارشد پارلمان اروپا از 6 گروه سیاسی در پی تصویب قطعنامه پارلمان اروپا به اتفاق آرا، محکومیت قتل عام و گروگانگیری در اشرف. بعد از ظهر 10 اکتبر 2013 پارلمان اروپا در اجلاس رسمی خود در استراسبورگ قطعنامه‌ای را درباره خشونت اخیر در عراق به تصویب رساند و حمله به کمپ اشرف در اول سپتامبر 2013 توسط نیروهای عراقی را شدیداً محکوم کرد. حمله‌ای که منجر به جان باختن 52 پناهنده ایرانی و ربوده شدن 7 تن از ساکنان شامل 6 زن گردید. قطعنامه خاطر نشان می‌کند که به گفته نماینده عالی اتحادیه اروپا خانم اشتون، این باور وجود دارد که در بغداد نگهداری می‌شوند و پارلمان برای آزادی فوری و بی قید و شرط آنها به عراق فراخوان می‌دهد. آلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس پارلمان اروپا از گروه دموکرات مسیحی، گفت: من از تصویب این قطعنامه که به اتفاق آرا توسط همه گروه‌های سیاسی در پارلمان مورد حمایت قرار گرفته است استقبال می‌کنم و از عراق می‌خواهم تا به این کارزار ترور خشونتبار علیه 3000 تن از اعضای اپوزیسیون دموکراتیک ایران در کمپ لیبرتی پایان دهد و 7 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران را که توسط نیروهای عراق در ماه گذشته به گروگان گرفته شدند آزاد کند. استرون استیونسون از گروه محافظه‌کار رفرمیست که ریاست هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا را بر عهده دارد، گفت: این قطعنامه یک اخطاری است به دولت عراق که اگر این 7 گروگان را آزاد نکند، اتحادیه اروپا دیگر به طور عادی با دولت مالکی برخورد نخواهد کرد و ما از همه امکاناتمان استفاده خواهیم کرد تا روابط تجاری اروپا را با بغداد محدود کنیم. استیونسون اضافه کرد: شقاوت نیروهای عراقی تحت دستور مستقیم نخست وزیر در اول سپتامبر به سطح جدید و بی‌نظیری از بربریت و درندخویی رسیده است. اگر مالکی اکنون به قتل یا استرداد این پناهندگان به ایران مبادرت کند، با واکنشی روبرو خواهد شد که باعث پشیمانی همیشگیش خواهد شد. ما از سازمان ملل می‌خواهیم تا تیم‌های مانیتورینگ و واحدهای کلاه آبی را در داخل کمپ لیبرتی تا زمانی که همه ساکنان به کشورهای ثالث امن منتقل شده‌اند مستقر بکند. سازمان ملل باید یک تحقیقات مستقل درباره قتل عام اخیر در اشرف انجام بدهد. نماینده اروپایی محافظه‌کار نگرانی عمیق خود را نسبت به صدها ایرانی که در سراسر جهان بیش از 40 روز است در همبستگی با 7 گروگان ربوده شده توسط مالکی که در بغداد نگه داشته می شوند در اعتصاب غذا به سر می برند ابراز داشت. لوی میشل، نایب رئیس پیشین کمیسیون اروپا و معاون سابق نخست وزیر بلژیک از گروه لیبرال دموکرات پارلمان اروپا، از تصویب قطعنامه استقبال کرد و گفت: پارلمان اروپا کاملا روشن کرده است که ما چنین رفتار غیر انسانی توسط دولت عراق با این مخالفین ایرانی را تحمل نمی کنیم. ما خواهان یک تحقیقات مستقل بین المللی در مورد این جنایت علیه بشریت هستیم. تمامی آنهایی که مسئول قتل عام 52 تن از اعضای بیدفاع سازمان مجاهدین در اشرف به چنین شکلی بودند، باید به دست عدالت سپرده شوند. عراق باید این 7 گروگان را فوراً آزاد کند. استفن هیوز،
نایب اول گروه سوسیالیست دموکرات در پارلمان اروپا گفت: همانطور که توسط خانم اشتون اعلام شده و در قطعنامه هم تکرار شده است، ما می دانیم که این گروگان‌ها توسط نیروهای مالکی در عراق نگه داشته می شوند. آنها باید بلادرنگ آزاد شوند. ما هیچ چیز کمتر از این را قبول نمی کنیم. این یک فضیحت است که دولت آمریکا اقداماتی را که برای آزادی این گروگان‌ها باید بکند انجام نمی دهد. همچنین این یک رسوایی است که بانکیمون از عراق خواستار تحقیق درباره این حمله می شود. در حالی که مثل روز روشن است که نیروهای عراقی خودشان پشت این قتل عام بودند. جوزه بووه از گروه سبزها در پارلمان اروپا اظهار داشت: پارلمان امروز به طور بسیار واضحی گفت کشتار اخیر در اشرف را محکوم می کند و تأکید کرد که این هفت گروگان باید فوراً آزاد شوند. اگر عراق تن به این کار ندهد، اروپا علیه دولت عراق تحریم اعمال خواهد کرد. سورن سوندرگورد، عضو هیئت رئیسه گروه ائتلاف چپ، از خانم اشتون خواست تا پیام قوی پارلمان اروپا را به دولت عراق برای آزادی هفت گروگان منتقل کند.